یک محقق روس میگوید مهاجران آسیای مرکزی به خصوص تاجیکان برای پیدا کردن جایگاه و یا مقام خود در روسیه سعی زیاد نمی کنند. او مهاجران تاجیک را با مهاجران عرب از مراکش مقایسه کرده است که سالهای 80 عصر گذشته برای یافتن جایگاه خود در جامعه فرانسه به مبارزه شروع کردند. پروفسور و محقق مسائل مهاجرت از مسکو ولادیمیر ملخوف، مؤلف پژوهش چرا تاجیکان مثل عرب ها نیستند، مهمانی ماست. تشکر که برای ما فرصت پیدا کردید. اولین سوال این است که چرا برای تحقیق خود چنین نامی بحث برانگیز برای چی تاجیکان مثل عرب ها نیستند را انتخاب کردید؟ این یک تشبیه پوشیده به مقاله معروف دانشمند آمریکایی آریستید زولبرگ است که با نام چرا اسلام مثل زبان اسپانیایی است نشر شده است. من این گونه نام گذاشتم که چرا تاجیکان مثل عرب ها هستند و یا نیستند. یعنی من این مسئله را بررسی میکنم که بین مهاجرت بعد از ختم مستملکه داری به اروپای غربی، مثلا از کشورهای مغرب به فرانسه و یا از اندونزی به هلند، از پاکستان و هند به بریتانیا و از کشورهای شوروی سابق به روسیه امروزه چی تفاوت های هست. البته من میفهمیدم که این معنی دخوره دارد، چرا محض تاجیکان، ولی من این را در ناخونه گرفتم، یعنی نام عمومی را برای مهاجران انتخاب کردم، نه فقط شهروندان تاجیکستان را یا نه فقط ملت تاجیک را که حالا در زبان عامه روسیه رایج شده است. آنها همه را تاجیک می نامند و فکر نمی کنند آنها کی هستند، شاید ازبک باشند یا شاید از یک کشور دیگری آسیای مرکزی. تاجیکان یک نام عمومی برای مهاجران شده است که متاسفانه از تاثیر نژادپرستی در روسیه برمی آید و ساکنان کشور میزبان هیچ زحمتی به خود نمی دهند که دایر به فرهنگ آنها اندیشه کنند که به وطن آنها آمدند. شما در تحقیق خود میگویید که مهاجران از آسیای مرکزی از جمله تاجیکان سعی نمی کنند در جامعه روسیه جایگاه و یا مقام خیش را پیدا نمایند. چرا؟ نه اینکه سعی نمی کنند، بلکه آنگونه من نوشتم با آن برتری می دهند که در جامعه نمایان نباشند. اینجا یک عده سبب های وجود دارند، ولی پیش از همه قانونگذاری پیچیده مهاجرتی روسیه و به خصوص عملکردهای مقامات انتظامی ما است. انسان همیشه در یک موقع لرزان یا آسیب پذیر است و اگر برای حق خود صدا بلند کند به خطر اخراج از کشور دچار می شود و مردم این را می فهمند و در عموم سعی می کنند که در جامعه نمایان نباشند، می خواهند که اصلا عیان نباشند. این میشه پرابلم. پس می توان گفت که سیاست پیش گرفته مهاجرتی مقامات روسیه به تاجیکان یا مهاجران دیگر از کشورهای آسیای مرکزی امکان نمی دهد که در روسیه جایگاه خود را پیدا کنند و مثلا نمایندگان خود را در اداره های دولتی و قانونگذاری روسیه داشته باشند. میدونید اینجا یک مسئله معین هست. اول اینکه اتحادیه های مشترک وجود دارند. مسئله دیگر اتحادیه های رسمی و غیر رسمی است. اتحادیه های غیر رسمی که منافع و آرمان های مردم واقعی را انعکاس می کنند یک چیز است. اتحادیه های رسمی و یا سازمان هایی که با مقامات همکاری می کنند چیزی دیگر هستند. مقامات کار با سازمان‌های رسمی را افضل‌تر می‌دانند که سندهای قانونی دارند، در بانک حساب دارند یا که تجربه همکاری با مقامات رسمی و منصبداران را دارند. و آن آدمانی که گویا مهاجران را در روسیه نمایندگی می‌کنند می‌گویند که نماینده واقعی مردمی واقعی هستند، ولی درباره واقعیت این علاهیده گپ می‌زنیم. به هر صورت آنها بر اساس قاعده ها عمل می کنند، قاعده هایی که آنها رعایت می کنند به آنها از بالا، یعنی از طرف میزبان دیکته شده است. اینها قاعده های عادی هستند. اول فعالیت شما باید به مسائل فرهنگی، معارف، چاره‌بینی های فرهنگی به مثل انسمبل های رقص و سرود بخشیده شده باشد. مثلا اگر قرقیز ها باشند مثل برگزاری چاره‌بینی بخشیده به زادروز چنگیز ایتمتوف، یا اگر تاجیکان باشند به مثل زادروز فردوسی و یا نظامی و غیره باشد.
این باید اولین سمت کار باشد. دوم، مبارزه با افرادگرایی و یا پیشگیری از افرادگرایی. ولی اگر مسئله های جای کار، رعایت نکردن حقوق کاری شما، مسئله جای اقامت، خودسری مقامات انتظامی باشد، این مسئله ها را سازمان های رسمی مهاجران مطرح نمی کنند. چرا؟ چون که این آدمان جای راحتشان را یافتند. آنها از طرف نهادهای معین روسیه و سفارتهای کشورهایشان کمکهای مالی رایگان میگیرند. آنها هم زندگی خود را دارند و نمیخواهند که مشکلی داشته باشند. یعنی مقامات روسیه خوش ندارند که مهاجران از جهت اجتماعی متحد باشند. جواب مثبت است، چرا که شما اندک صدا بلند میکنید، یعنی شما مشکلات را نمایان میسازید. اگر شما جدن مشکلات را آموزید، پس باید برای حل آن منتظم کار کنید. هیچ کس این را نمیخواهد. همه را وضع حاضره قانع میکند. انسانها را وادار میکنند که در یک مقامی نیمه قانونی باشند، یعنی باید غیر قانونی کار کنند. آنها در بازارهای سیاه کار میکنند و نه به عیب خودشان، چون که کاردهندگان به آنها امکان نمیدهند که قراردادی درستی کاری ببندند. ما همیشه میبینیم که مثلا خودی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید کشور به مهاجران احتیاج خواهد داشت، ولی در مطبوعات رسانه‌های دولتی راجع به مهاجران دیگر چیز می‌نویسند. این را چگونه فهمیم؟ даже государственные каналы. Да, это очень характерно. Вы знаете, иногда это спадает, иногда наоборот снова поднимается, такая это волнами идёт, да? بله، این یک چیزی خاص است. گاهی مثل موج بالا و پایین می شود. مثلا سال 2013 هم بود که افکار ضد مهاجرت اوج گرفت. بعد فرون نشست، ولی از ماه سپتامبر سال گذشته یک افزایش غیر عادی سر و صدا به ضد مهاجران مشاهده می شود. می دانید اینجا یک تناقض است و سیاستمداران آن را درویگی سیستم می نامند. یعنی سیاستمداران یک چیز می گویند و کار دیگری می کنند. در سطح سخن ما یک سیاست داریم، یک سیاست رمزی است. مثلا میگویند که به ما مهاجران ضرورند، بدون مهاجران کاری ما پیش نمی رود. اما در عمل وضع کاملا دیگر است. باری دیگر تکرار میکنم، قانونگذاری مهاجرت به حد پیچیده است که شما حتما یک قانون شکنی میکنید. بدون قانون شکنی نمیشود، زیرا باید در جای اقامت ثبت نام کنید یا در همان جایی که ثبت نام کردید زندگی کنید. این اجرا ناشدنی است و همه این را میداند، ولی وانمود میکنند که باید همین گونه باشد. همیشه در بند هستید و از چنین است که شما همیشه یک قانون شکنی میکنید و شما را میتوانند از هر چیزی که دارید محروم کنند. برای همین مردم میترسند، حتی اگر شناسنامه روسیه هم داشته باشید و شهروندی روسیه را هم داشته باشید. این هم کفالت نیست. من نمونه وحشتناکی را میارم. البته در تاجیکستان میدونن قضیه کرامت شریپوف را. انسانی که رهبر سازمان مهاجران کاری تاجیک و شهروند روسیه بود. 30 یا 40 سال زندگی کرده بود. اکادمی علوم روسیه را ختم کرده بود. در زمان شوروی در هیئت نیروهای شوروی در آلمان خدمت کرده بود. او را با کدام یک بهانه ناچیز از حق شهروندی روسیه محروم کردند؟ من نمیدونم، ولی گویا هنگام گرفتن شهروندی کدام یک قانون شکنی کرده است. چی رسد به مهاجران کاری عادی؟ Его лишили гражданства российского, придравшись к какой-то там, не знаю, мелочи, якобы, это я совершенно не уверен, что это было, какое-то якобы нарушение было при вступлении в гражданство. یک عقیده هست که گویا حکومت‌های کشورهای آسیای مرکزی از شهروندانی از جهت اجتماعی فعال می‌ترسند و از هر راه سعی می‌کنند در بین سازمان‌های مهاجران در روسیه اختلاف برانگیزند. شما با این عقیده راضی هستید و یا چنین تجربه را شاهد شده اید؟ شاید بیترسند، ولی اساساً سعی میکنند کاری این سازمان ها را به یک مجرای معین وارد نمایند. فعالیت شهروندان از نظر اجتماعی فعال را به یک مجرای برای خودشان موافق روانه سازند. شهروندانی به مثل ولنتینا چوپیک آدمانی برای آنها بسیار ناخوشایند هستند. اینها مسائلی را میبردارند که حکومت هر دو طرف نمیخواهند که آنها بررسی شوند. به وبسایت آژانس فدرالی اقلیت‌های ملی وارد شوید، در آنجا به غیر از اقلیت‌های بومی روسیه، سازمان‌های ملت‌های به اصطلاح آمده هست. در آنجا سازمان‌های تاجیکان و ازبکان و دیگران هستند. همه سازمان‌های فرهنگی خاصی دسته‌های رقص و سرود هستند.
مثلا درباره مرگ پسری 5 ماهه که وقتی تفتیش سندها از مادرش گرفتند و اون در یک شفاف دید بحث زیاده نکردند. البته از بس که ماجرای بزرگ بود مجبور شدند که درباره اون بگویند و با نرمی اون را در میان گذاشتند تا رابطه های دیپلماتی آسیب نبیند. گفتند که نگران هستند. این گونه نباید کرد و باید تفتیش شود و این حد اکثر کار است که نهادهای رسمی به خودشان اجازت می دهند. شما چی فکر میکنید آیا نسل نوی مهاجران در روسیه که صدها هزار یا میلیون ها نفر را تشکیل میدهند در آینده نزدیک در جامعه روسیه اعتراف میشوند و جایگاهشان را مییابند؟ به فکر من مییابند. شاید در آینده نزدیک نباشد ولی در آینده قابل پیش بینی مییابند. این را میتوان در فروم های اینترنتی، در وبسایت ها، در شبکه های اجتماعی دید. مثلا در فیسبوک گروهی است با نام می میگرانتی. فروم های زیادی هست که زندگی واقعی ادامه دارد. زندگی در آنها می جوشد. در آنها نه فقط درباره فرهنگ بلکه درباره همه چیز صحبت می کنند. البته این مردم روزی از خود درک می دهند. از طرف کشوری میزبان هم طرفدار دارند. نباید گفت که تمام روس ها بیگانه ستیز هستند. به نظر من در آینده قابل پیش بینی ما کشوری دیگر و مناسبت های دیگر با مهاجران را می بینیم. ولادیمیر سرگیویچ، اگر چیزی مهمی بود که میخواستید خودتون بگوید و ما نپرسیدیم، مرحمت میتوانید اضافه کنید. وقتی شما پرسیدید که چرا مهاجران برای کسب جایگاه در جامعه روسیه سعی نمی کنند، این را می خواستم بگویم. تمایل وجود دارد که آن را جامعه شناسان خودنمایی جلادار می نامند. یعنی یک جوان یا نه چندان جوان به وطن درباره خود معلومات می فرستد. او می خواهد که خوب نمایان شود. برای همین نه خانه، نه جای کارش را ثبت کرده نشان نمی دهد، بلکه در نزد کلیسای جامعه عیسی نجات بخش، در نزد کلیسای وسیلی بلاژنی، در نزد ودینخا و غیر سلفی گرفته خود را موفق و خودکفا نشان می دهد. برای همین به وطن پول می فرستد و این را خودنمایی جلادار می نماند که مشکلات واقعی شما یک طرف می ماند و شما خود را در جامعه دیگرگونه نشان می دهد. А другое дело, как вы себя преподносите, так сказать, на публике. Мажорони тоджики ин карро мекунанд? Ещё как делают? Мекунанд. Хеле зиёд мекунанд. Ташаккур профессор ва муаххиқи масоили мажорат аз Русия Владимир Малахов аз шаҳри Москва бо мо суҳбат мекард.